آفرین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، تو مادر منی، تو مادر منی. زیبا ترین من. درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. امروز قبل از اینکه مهمان عزیزم رو خدمتتون معرفی بکنم، میخواستم از تلویزیون ایرانیان کانادا تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم که این فرصت در اختیار من گذاشتن. جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان منو یاری میدن، کمک میکنن که این برنامه به خوبی انجام بشه. هفته گذشته مهمانی داشتیم این برنامه ما که امروز سه شنبه است، معمولا من برنامه رو پنج شنبه ها دارم، ولی این برنامه رو و هفته گذشتم در همین روز برنامه فوق‌العاده گذاشتیم، ویژه گذاشتیم که با نمایندگان احزاب مختلفی که برای انتخابات استان آنتاریو رقابت میکنند گفتگویی داشته باشیم. این گفتگو برای آشنایی بیشتر شما بینندگان، مخصوصا در استان آنتاریو که مسلماً علاقمند هستیم به فردی که مورد علاقتون هست یا حزبی که مورد علاقتون هست رأی بدید، و این به نظر من سیستم خوبیه که شما بیشتر با اون کسی که میخواین رأی بدین آشنا بشین. چون فرصت کم هست برای این مهمان عزیزم که الان منتظر هستن در اتاق پذیرایی که اونجا هستن، میرم به سالن و به ایشون سلام میکنم، درود میدم، درود میفرستم. جناب پارسا سلام و درود دارم خدمتون، خوش آمدید به این برنامه. سلام و درود بر شما و یفشین جم، خیلی ممنون که این اجازه رو به من، یعنی که من امروز با هاتون باشم، و به تمام بینندگانتون به همه درود میفرستم. خیلی متشکرم. قبل از اینکه برنامه شروع بشه، من از آقای مایکل پارسا خواستم که هر زمانی که خواستند به انگلیسی صحبت بکنند، چون بعضی موقع ها ممکنه مشکل باشه براشون، من با کمال میل ترجمه میکنم اگر نیازی باشه برای ترجمه، چون میدونم شما بینندگان عزیز همتون پروفسور انگلیسی هستین و میتونید تشخیص بدین که آقای مایکل پارسا به انگلیسی چی میگه. من همونطور که عرض کردم، چون وقت کم هست، از آغاز پرسشمو میخوام از آقای پارسا بپرسم که خودشونو معرفی بکنن که آقای مایکل پارسا کی هست، از کی آمدن به کانادا، خانواده اینجا کدوم خانوادهشون هستن، و بعد از این سوالهای دیگه ای رو ازشون پرسش میکنن. بفرمایید آقای مایکل پارسا. مرسی، خیلی ممنون. ما از ایران، از تو مید 1980s از ایران اومدیم بیرون، و وقتی اومدیم کانادا اولش تو اتاوا بودیم، و بعد آخرای 1980s ما از اتاوا موو کردیم اومدیم تورنتو، و من با خانوادم اینجا هستم، مادر پدرم و خواهرم و دو تا خواهرم یک برادرم. و من تو 1993 به اولین بار بود که ممبرشیپ پارتی کانسرواتیو شدم، و تو 1993 و از اون موقع تا حالا دیگه اینوالو بودم تو رایدینگ اسوسییشن و تو به اصطلاح الیکشن ها کمک میکردم و اینوالو تو کمپین های various campaign بودم تو این موقع. و من 2015 برای فدرال پارلمنت ران کردم تو رایدینگ ریچمند هیل که نتونستم اونجا اون رایدینگ رو میبرم،
و 2018 من توی رایدینگ خودم اینجا توی اورورا اوکریج ریچمند هیل برای ممبر اف پروینشال ران کردم و تونستم اینجا برنده بشم که رفتم که برای 4 سال پیش توی پارلمان اونتاریو این رایدینگ رو من رپرزنت کردم و توی این مدت 4 سال چند تا رول دیگه داشتم که از طرف پریمیر فورد و از طرف دولت به من اساین شده بود که من تو این 4 سال میتونستم رپرزنت بکنم. بله، اگر اشتباه نکنم جناب پارسا شما الان معاون رهبریت مجلس هم دارین، اگر اشتباه نکنم، یا یه قسمت دیگه یه کارهای معاون وزیر مالی هم هستین، اگر یه کدومش هستین یا هر دوش هستین، نمیدونم، بفرمایید. خواهش بکنم. من وقتی که وقتی کابینت که شافل شد، من معاون وزیر فایننس پریمیر من گذاشتن و also معاون دپیدی هاوس لیدر پارلمان هستم و دپیدی ویپ پارلمان هم هستم برای دولتمون. بله، بفهمین که در این منطقه آرورا اوک ریج ریچموند هیل چه تعدادی رای دهنده هستن و از این تعداد چند تاشون ایرانی هستن که بعد روشون حساب کرد احتمالاً؟ پاپولیشنی که همیشه یا الیکشنز کانادا یا الیکشنز اونتاریو یه ست پاپولیشنی همیشه کرییت میکنن برای هر رایدینگی که آی اپشن جم که رپرزنتیشن همیشه بخواد نزدیک به هم بشن و مثلا به الیجیبل ووترها رو مثلا حساب میکنن، مثلا میگن 80,000 مثلا میشن مثلا ووتر یک رایدینگ. شاید خب آف کورس پاپولیشن بیشتر میشه برای اینکه بعضیا خب they're not eligible to vote، بعضیا هستن مثلا زیر 18 هستن یا کانادین سیتیزن نیستن، اونا خب they won't be accounted for. ولی این رایدینگی هستش که خیلی گرو کرده تو این 4 سال، به خیلی خیلی کسای جدید اومدن تو رایدینگ و هم تو اورورا هم تو اوکریجز و هم ریچموند هیل و این رایدینگی بود که برای اولین بار ما الیکشنمون 2018 برای اولین بار بود که ما برای انتخابات 2018 که اینجا شد برای پروینس. ما این رایدینگ میکاپش هست از ریچموند هیل به پایین که میشه از الگین شخیابون الگین میلز و تا بالاتر بالای این رایدینگ میره تا اریای خیابون ولینگتون تو اورورا و از وسترلی باوندریش میشه خیابون باثرست و ایسترلی باوندریش میشه هایوی 404. سو این رایدینگی که به صلاح بعضی از نصف از آرورا و نصفی از ریچموند هیل و تمام اوکریجز توش هست. جنرال پارسا، چی باعث شد که شما وارد سیاست بشین؟ چه چیزی شما را تریگرد کرد؟ خیلی دوست دارم بدونم. این پرسش هم ممکنه دیگران هم داشته باشن. بفرمایید. من همونطور که بهتون گفتم خیلی خیلی جوون بودم که وقتی من اینوالو شدم. وقتی من چند تا سوال که داشتم وقتی از اون موقع از پدر مادرم که پرسیدم، گفتن بهترین این که با معلمات توی مدرسه باید صحبت بکنی که اونا هم بتونن بیشتر. ما میتونیم این انفورمیشنی که میتونیم بدیم، ولی خب میتونستی بیشتر با معلما صحبت کنیم که اونا بتونن بهت بیشتر انفورمیشن برات پروواید بکنن. وقتی من با معلمم شروع کردم و موقع صحبت کردم، ایشون به من رکمند کرد که من کانتکت بکنم با پولیتیکال پارتی های دیگر رو و ایشون به من گفت، من اصلا نمیدونستم راجع به پارتی های اینجا و اصلا نمیدونستم سیستم اینجا چیزی بود، بعدن تازه من یاد گرفتم و اولین جایی هم که من رو دعوت کردن، من وقتی رفتم اونجا اصلا نمیدونستم که برای چه کاری دارم میرم. آقای افشین جان، من 15 سالم بود اون موقع
و خیلی خب ما هم خانوادمون اصلا involved اینجا تو پولیتیکس اینجا involved نبود اصلا. وقتی من رفتم اونجا رفتم volunteer کردم و دیگه خب خیلی دوست داشتم، خیلی خوشم اومد از involved بودن سیستم. از اون به بعد دیگه involved شدم، وایسادم با پارتی که بعد که اینجا founding meeting form شد من تو writing خیلی از executive role ها رو داشتم. بعد اینجا 10 سال president writing association پارتی من بودم. حالا خب تجربه فوق‌العاده خوبی داریم، ولی پرسش اینه که چرا رفتین به حزب کنسرواتیو نرفتین به دیگر حزب‌ها؟ وقتی من کانتکت کردم به من کنسرواتیو پارتی جواب داد آقای افشین جان، و وقتی من این پالیسی ها رو من شروع کردم با اون موقع با کمک معلمم اونجا شروع کردم خوندم و پالیسی های پلتفرم رو یاد گرفتم و برای من یه سری خیلی از چیزها سپورت کردن اسمال بزنس ها فهمی ویلیوز اینا خیلی مهم بود و اینا چیزهایی که من خیلی دوست داشتم با این لاین با بلیف و با دیرکشن اون موقع بود پی سی پارتی آف کانادا و فدرال پارتی. من چون اول با فدرال پارتی اینوالو شدم بعد so that's my thing. وقتی من پلتفرم و پالیسی ها رو نگاه کردم دیدم بلیف و بلیف های من it's in line with more with the progressive conservative party. من سوال بعدی شامل سه قسمت میشه چون وقتمون کمه، هر سه تا رو با هم پرسش میکنم. یکی اینکه آیا شما به ایران رفتین از زمانی که اومدین از 1980 یعنی یک سال بعد از انقلاب؟ نه مید 80 ما وسط های 1980 و نه هیچ وقت حالا نرفتم ایران. نه برای بینندگان خواهش میکنم راجع به خانواده تو میدونم که ازدواج کردین، لوولی لیدی خانم شما رو من دیدم، ولی خواهش میکنم خودتون راجع به خانواده بگین که اینجا کیا هستن و راجع به خودتون یه چند لحظه لطفا بگین. Sure. همونطور که بهتون گفتم من اینجا با وقتی اومدیم اینجا با پدر و مادر و دو تا خواهرم و برادرم هستم اینجا، همشون هم اینجا الان تو اینجا زندگی میکنن و تورنتو یا ریچموند هیل یا آرورا و همه خیلی نزدیک هستیم به هم. همونطور گفتین من خانومم ولری، من الان بیشتر از 20 سال که باهاشون عروسی کردم و باهاشون زندگی میکنم. Valerie as Quebec hastan originally, she's French Canadian from Quebec va besyar khanevade khub va man kheli lucky hastam bar inke hame support khanevade va tamam az madar o pedar o baradaram khoharam ya man spouse am همیشه بنقدر با من سپورت بودن، من خیلی خیلی خوشحالم. همینطور که میدونین تو این کار خب کاری هستش که همیشه باید سپورت فامیلی رو داشته باشین و من از میگم از همه خانوادم و خانومم خیلی به من سپورت کردن تو این مدت. بله حالا که گفتین که خانمتون از فرنچ کبکواز هست، فرنچ شما خوب شده یا اینکه شما فرنچ زیاد دنبالش نرفتین جناب آقای افشین جان؟ وقتی اینجا پرکتیس نمی‌کنی خوب همینطوری هی بدتر میشه، ولی خب با ولری قول دادیم که باید که بیشتر با هم پرکتیس کنیم که دوباره بهتر بشه. بله جناب پارسا، من پیامی که من داشتم یا دارم برای بینندگانمون که ایرانی هستن اینه که مهم نیست که به کی رأی میدین، ولی رأی بدین، مطالعه بکنین، ببینین که بهترین کسی که میتونه به شما کمک بکنه و به حرف شما گوش بده و کسی هست که همیشه حاضر هست. این چند تا مطلبی که من گفتم من خودم برای با آقای مایکل پارسا تجربه کردم. اگر بهشون یه تلفنی کردم به دلیلی بلافاصله در فرصت مثلا کمتر از 24 ساعت به من پاسخ دادن و اون پرسشی که من داشتم یا مطلبی که داشتم
با پاسخ برای من اومدن. من اینو به عنوان تعریف از آقای مایکل پارسان نمی کنم، من به عنوان یک گزارشگر باید نوترال باشم، باید در حقیقت خونسا باشم، ولی اون چیزی که در قلبم هست دارم میگم. نه این به منزله این نیست که دیگران رو تایید نمی کنم، ولی میخوام اینو بگم که خود شما هر رای دهنده ای میتونه تصمیم خودش رو بگیره، ولی در هر صورت هر تصمیمی میگیرین یک رای دادن یک وظیفه است. شما بعد اون به این وظیفه سیویلتون اجتماعیتون دقت بکنین و رای بدین. بنابراین با سوال آخری که من دارم، چون میدونم آقای مایکل پارسا باید بره، پیام شما برای مردم چیست؟ برای منطقه خودتون، برای آنتریو چیست که از شما بشنوند؟ بفرمایید. 100% شما درست گفتین. رای دادن خیلی مهمه آقای افشین‌جان. ما این اپورتونیتی رو داریم که بتونیم توی یک کشور با فریدم زندگی میکنیم، که بتونیم این دموکراسی اجازه میده ما که ما بتونیم به هر کسی دوست داریم، به هر پارتی دوست داریم سپورت بکنیم، بتونیم به آشون رای بدیم. و این چیز خیلی مهمیه و امیدوارم که هر کسی که دارن نگاه میکنن اینو با شما قبول کنن و 100% به هر کسی دوست دارن رای بدن. من خب آف کورس من چون با پی سی پارتی آف آنتاریو هستم، من راجع به پلتفرم خودمون میتونم فقط صحبت بکنم و دلیلی که من این برای این پارتی و به همه میپرسم که رای به من مثلا به ما رو سپورت بکنه، اینی که این الیکشن خیلی الیکشن مهمی هستش که آقای افشین‌جان بعد از 2 سال پندمیک ما ریکاوری این پروینس خیلی مهمه. شما همونطور که میدونین آنتاریو میدونین بیشترین پاپولیشن کانادا رو دارن و اکانومی کانادا خیلی دیپندنت زیر برای به خاطر پروینس آنتاریو. ما خیلی سال بود قبلا که به خاطر دیسیژن هایی که دولت قبلی کرده بودن ما اینجا کارهای مانیفکتورینگ از دست داده بودیم و اینجا انقدر دیگه جورستیکشنی شده بود که به خاطر گرونی قیمت بالای برق و cost of doing business خیلی از بیزنس ها دیگه اینجا نمی آمدن اینجا کار رو شروع کنن. ما این دایرکشن رو عوض کردیم تو این 4 سال آقای افشین‌جان و دوباره باید اینو میخوایم ادامه بدیم. و اینو من همیشه تو یکی از دیبیت هامون گفتم به مردمی که اونجا بودن، گفتم نگاه کنین، ما پروینسی هستیم که داره همینطوری گرو میکنه. کانادا بهترین کشور دنیاست و آنتاریو هم خب یه مخصوصا تو ما تو این جی تی ای و گریتر گولدن هورشو که هستیم، پاپولیشن اینجا همش داره گرو میکنه. شما نگاه کنین تا زیر 5 سال دیگه فقط گریتر گولدن هورشو 1 میلیون مردم اضافه میشن. ما باید بیشتر هایوی بسازیم، باید بیشتر بیمارستان بسازیم، باید بیشتر مدرسه بسازیم، بیشتر رودز و بریج باید بسازیم که مردم کمتر توی ترافیک وایسن و کسی که میرن توی بیمارستان زودتر سرویس بگیرن. و مخصوصا یه چیز خیلی مهم اینه که ما سینیر هامونو نباید باید همونجور که میتونیم تا اونجایی که میشه باید سپورشون کرد، برای اینکه ما هرچی داریم به خاطر اینکه جنریشن سینیرامون برامون گذاشتن. اگه ما میگیم اینجا انقدر کشور و پروینس خوبیه به خاطر اینکه اینو برای ما گذاشتن سینیرا، کار سختای اونا بود. و ما باید وقتی سینیرهای ما اکسسیبل و اکسس میخوان به هلت کیر یا لانگ ترم کیر، اینو باید داشته باشیم. و این پروینس ما فیوچر خیلی برایتی رو داره. الان آقای افشین‌جان نگاه کنین شما ببینین مانیفکتورهایی که دارن میان تو آنتاریو، ما الان کارهای ماشین‌های فیوچر الان آنتاریو میشه یکی از بزرگترین جورستیکشن های نورت امریکا برای الکتریک کارز، برای ماشین های برقی. اون باتری هایی که اون ماشین ها لازم دارن ما الان اینجا آنتاریو داریم میسازیم اینجا و میشیم لیدر نورت امریکا. اینا همه
دو تا چیز میکنه، هم خیلی جاب کرییت میکنه، گود پینگ جاب کار کرییت میکنه، و همین که آف کورس برای انوایرمنتمون خوبه. ما این الکتریک کارا و این الکتریک بریرایی که دارن کرییت میشن، خیلی از این کریتیکال مینرالایی که توی این باتری میرن همینجا هست تو آنتاریو، نوردن آنتاریو، همه اینا هست و ما داریم اونم داریم درست میکنیم که بتونیم هم اونایی که تو کریتیکال مینرال هایی که تو بتری میره ما همینجا بتونیم اکستراکت بکنیم و استفاده کنیم. به خاطر همین من خیلی اکسایتدم برای فیوچر آنتاریو، برای اینکه میدونم این دوباره ما اینجا میشیم یه جوریستیکشنی که همه میخوان اون کارهایی که خیلی خوب پی میکنن برگردن، برای اینکه ما خیلی we have the best and the brightest working and living here in this province and the people deserve nothing less. So خیلی خوشحالم که اگه بتونم این اپورتونیتی رو بگیرم دوباره بتونم برم تو پارلمان، بتونم دوباره برای اون این کارهای مهم دوباره فایت کنم. ولی میخوام اینو بهتون بگم که این 4 سالی که گذشت افتخار بزرگی بود برای من. آقای افشینجان، من باورتون نمیشه، هر روز که من اونجا بودم باورم نمیشد که من اینجا یک نماینده هستم تو این مجلس و دارم مردم رو رپرزنت میکنم. سو اونایی که منو سپورت کردن و اونایی که همیشه بلیف کردن، من ازشون تشکر میکنم و آی هوپ که بدونن دوباره اگه منو سپورت بکنن من همیشه اینجا هستم که سرویشون کنم. وبسایت منم هست آقای افشینجان، www.michaelparsa.ca. خب خیلی ممنون. این قسمتی که مطالبی که اخیراً چند دقیقه گذشته گفتیم بسیار به نظر من بسیار مهم بود و این مطالبی هست که بینندگان، رای دهندگان میتونن بر اساس این مطالب که گفتی تصمیم بگیرن که چه کار میخوان بکنن. من به شما قول دادم که این مصاحبه بیشتر از نیم ساعت نباشه، برای اینکه شما مطالب کارهای بسیار بیشتری رو دارین که انجام بدین، بنابراین من سر قولم هستم. از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم که وقت گذاشتین در این فرصت بسیار مهمی که جلوی شما هست. برای شما جناب مایکل پارسا آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که پس از انتخابات باز هم یک بار دیگه در خدمتون باشیم با بینندگان برنامه ها باهاشون صحبت بکنیم و از برنامه انتخابات بهشون اطلاع بدید. خیلی ممنونم جناب پارسا، روز خوشی داشته باشین و براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم جناب افشینجان، هم به شما، هم آی تی سی، هم جناب مهندس پشت استیج، خیلی ازتون ممنونم برای این اپورتونیتی. امیدوارم روزتون خوب باشه. زیباترین من ای سرزمین من، عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.